تیتوس فصل سوم. به آنها خاطر نشان ساز که تابع حکمرانان و اولیای امور بوده و از آنها اطاعت کنند و برای انجام هر گونه نیکوکاری آماده باشند. به آنها بگو که از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله دوری جسته و ملایم و آرام باشند. با تمام مردم کاملا با ادب و فروتن باشند، زیرا خود ما هم زمان نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه‌جویی و حسادت می‌گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم، اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیله فیض او عادل شمرده شده و مطابق امید خود وارث زندگی ابدی گردیم. این سخن درست است و می خواهم که به این مطلب اهمیت مخصوصی بدهی تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند، زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند. اما از مباحثات احمقانه درباره شجرنامه ها و اختلافات و نزاها بر سر شریعت دوری کن، زیرا اینها بی فایده و بی ارزش هستند. اگر شخصی ستیزجو باشد، یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد از آن دیگر کاری با او نداشته باش، چون میدانی که چون این شخصی گمراه شده و گناهانش نشان میدهند که او خود را ملامت کرده است. هر وقت که آرتیماس یا تیخ کس را نزد تو فرستادم، عجله کن که به شهر نیکوپولیس پیش من بیایی، زیرا تصمیم گرفتم زمستان را در آنجا بگذرانم و تا می توانی به زیناس وکیل و آپولوس کمک کن تا به سفر خود ادامه دهند و ببین که به چیزی محتاج نشوند. اعضای کلیساهای ما باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف نیکوکاری نمایند تا بتوانند نیازمندی‌های واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آنها بی ثمر نباشد. تمام کسانی که با من هستند به تو سلام میرسانند. به دوستانی که با ما در ایمان یکی هستند سلام برسان. فیض خدا با همه شما باد. آمین.